حرفی که در حرم امام زده شد چه حرفی بود در این دهه فجر؟ امام به صراحت گفت پدران ما اولیاء ما نیستند، ما باید رأی بدیم به اون دولت و نظامی که میخواهیم برگزینیم. یه عده ای مردمی در 40 سال پیش یا 70 سال پیش، 50 سال پیش، 70 سال پیش یه انتخابی کردن، ما که نباید پای انتخاب 50 سال یا 70 سال پیش بسوزیم. یه بعضی از نجف و قم امام حرف میزنن، بعضی از ولایت فقیه امام حرف میزنن. من میخوام از بحث مردمداری امام بگم و این مسئله رو مطرح میکنم. تحریف قیام امام در دهه فجر توسط رئیس جمهوری که داره در صدا و سیما هم پخش میشه. ببخشید، این قرآن 1400 سال پیش امت اسلام این حق رو پذیرفته. چون 1400 سال پیش این حق پذیرفته شده، حالا ما تردید به حقانیت اون بکنیم؟ چه استدلالیه؟ مگه مردم انتخاب کردن حاکمیت اسرائیل و امریکا رو و شوروی اون زمان رو بر خودشون؟ رضا شاه رو کی سر کار آورد؟ دموکراسی بود؟ محمد رضا رو کی سر کار آورد؟ انگلستان چه کاره بود؟ امریکا چه کاره بود؟ منکرهای بیجیر مواجبشون رو آوردن سر کار برای اینکه به چه مقصدی برسن؟ چرا همه ی حرف امام رو نمیزنی؟ امام وقتی خواست حرکت بکنه سال 1323 اعلامیش اینه: بسم الله الرحمن الرحیم، قل انما اعظکم بواحد ان تقوموا لله مثنا و فرادا. این کلمه تنها راه اصلاح دو جهان است. تکرار به صدر پیغمبر: ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کل ولو کره المشركون. اگر ابراهیم خلیل الرحمن رسید به مقامی که شد محرم راز خدای متعال، امام میفرماد به خاطر قیام للهشه. به حضرت عباس این حرف حقه، به خدا این حرف حقه. امام ادامه میدن: خودخواهی و ترک قیامه برای خدا ما را به این روزگار سیاه رسانده. ترک قیام برای خدا اینها را مسلط کرده، نه انتخاب مردم. قیام برای نفع شخص است که الان هم چند نفر کودک خیابانگرد را در تمام کشور بر اموال و نفوس و اعراض مسلمانان حکومت داده. این آرمان قیام امامه. نبگم مردم یه دوره یکی رو انتخاب کردن، حالا مردم یه دوره دیگه هر کیو دوست دارید انتخاب کنید، میخواد حق باشه میخواد باطل باشه. مطلق انتخاب مردم که ارزش نیست. اگر انتخاب مردم حق شد، این انتخاب ارزشمنده. بعد امام میفرماد ترک منفعت های شخصی کرده تا به همه سعادت های دو جهان نائل شوید و با زندگانی شرافتمندانه دو عالم دست در آغوش شوید. حضرت امام در 1320 این اعلامیه رو می نویسن، این مانیفست انقلابه، این روح انقلابه، این آرمانه. غیر از این کسی قیام امام رو تبیین کنه، تحریف کنه، خیانت به امام کرده. خیانت به امام یعنی خیانت به بیش از 250,000 خون شهیدی که در این راه تا الان ریخته شده. تا تو باور نکنی این انقلاب و این مسیر و این دلدادگی ولایت امر حق مقدر الهیه، ممکنه دووم نیاری، وسط راه ببری، ضعیف بشی، سست بشی. ان تنصر الله ينصركم و یثبت اقدامكم. اگر خدا ثابت نمی کرد قدوم شما رو به خاطر قیام برای حق، اگر دهه فجر پیروزی انقلاب اسلامی خروجی یک قیام برای حق نبود، امام نمی فرمود 22 بهمن سر آغاز حکومت الله بر سراسر جهان است و می دونیم که حکومت الله بر سراسر جهان متزلزل شدنی نیست. رجاء الحق و زهق الباطل، ان الباطل کان زهوقا.